بخش دوم یعنی اخلاق فرزند پروری یا به تعبیری اخلاق والدینی، یعنی در واقع وظایفی که والدین نسبت به فرزند خودشون به لحاظ اخلاقی دارن، نه به لحاظ دیگری، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ هیچ جنبه هنجاری دیگری، اما فقط به لحاظ اخلاقی. بحث در این باب و یک سلسله مطالب گفته شد، ولی یک سلسله مطالب در این قسمت دوم باقی موند که این مطالب رو هم من باید بیان کنم تا بحث کامل بشه. در جلسه گذشته به یاد دوستان هست که یکی از مطالبی که گفته شد اینه که هر انسانی در طول عمر خودش هر فعالیتی که انجام میده در هر آنی از آنات زندگیش از این سه بیرون نیست، یا یک سلسله فعالیت های رو بهش اشتغال داره که برای او کسب درآمد میکنن و دستمایه امرار معاشش میشن، یا در حال یک سلسله فعالیتی که با اون فعالیت ها داره نیازهای وجودی خودش رو برآورده میکنه، و یا دست به یک سلسله فعالیت های میزنه برای رایگان بخشی، یعنی کمک به غیر خودش بدون انتظار و توقع پاداشی، مزدی، عوضی، دستمزدی و هر چیزی از این دست. میگفتیم که ما در واقع این سه نوع فعالیت رو انجام میدیم در طول عمرمون. شما هم در هر لحظه از لحظات عمرتون دارید یکی این سه تا کار رو انجام میدید. خب البته کار اول و دوم خود محورانه است، یعنی خود گزینانه است، ولی کار سوم که رایگان بخشیه دیگر گزینانه است، دیگر محورانه است. دارید پاس خاطر دیگری رو میداری، دارید منفعتی برای دیگری فراهم میاری. این سه نوع فعالیت رو ما در طول عمرمون داریم. اینو در جلسه قبل گفتم. حالا بحث بر سر اینه که حالا که این سه نوع فعالیت رو من در طول عمرم انجام میدم و بعدها فرزند من هم در طول عمرش همیشه داره یکی این سه نوع فعالیت رو انجام میده، من باید درباره این سه نوع فعالیت دو نوع تعلیم و تربیت برای کودک خودم داشته باشم. یک نوع تعلیم و تربیت این که هیچ کدام از این سه تا فعالیت جایگزین دیگری نخواهد شد. بنابراین اگر بخوای زندگی مطلوبی داشته باشی، زندگی آرمانی داشته باشی، باید زندگی به موازات این سه تا با هم و با توازی این سه تا با هم، با دست به دست هم دادن این سه تا با هم باید بگذره. تو فکر نکن که فقط میتونی در زندگیت فعالیت هایی بکنی که فقط کسب درآمد برات بکنند، یا فقط فعالیت هایی بکنی که نیازهای وجودی خودت رو برآورده کنی، یا فقط فعالیت های دیگر گزینانه و رایگان بخشانه. امکان نداره یک زندگی آرمانی بتونه با یکی از این سه تا پدید بیاد، یا حتی با دو تا از این سه تا پدید بیاد. هر سه تای اینها باید در زندگی وجود داشته باشه، به این معنا که فقط کسانی که این سه تا رو، هر سه تا رو با هم اعمال میکنن در زندگی به تعبیر امروزیان حال خوب دارند، و به تعبیر قدما یک زندگی آرمانی یا یک زندگی کامروایانه دارند. کسانی که این فعالیت رو دارن، اون فعالیت هم دارن، اون فعالیت هم دارن. البته شکی نیست که معنای این سخن این نیست که دقیقاً زندگی آدم و 24 ساعت آدم باید تقسیم بر سه بشه، یک سوم این، یک سوم این، یک سوم این، توجه خوبه. اما به این معنا هست که هیچ کدوم از این سه تا نباید نباشن. حالا ولو دقیقاً یک سوم این و یک سوم این و یک سوم هم سومی نباشه. بنابراین اولین آموزشی که در باب این نکته باید داد اینه که از همون اوان کودکی باید به بچه ذره ذره، آهسته آهسته اینو القا کرد که هیچ کدوم از این سه تا رو نمیتونه ازش بگریزی اگر میخوای یک زندگی
کامروایانه داشته باشیم. این نکته اول. و اما نکته دوم، نکته دوم اینه و این نکته دوم خیلی اهمیت داره، اینه که این سه نوع فعالیت رو همه یک جور نباید انجام بدند. یاد میکنید همینطور که همه تو زندگیشون نباید دنبال یک شغل و حرفه باشن، همه هم نیازهای وجودیشون مثل هم نیست و همه هم رایگان بخشی هاشون مثل هم نباید باشه. نباید فکر کنی که اگر برادرت، خواهرت، عمود، عمت، همسایه، دوست، هر که شغل و حرفه الف رو انتخاب کرده، تو هم باید شغل و حرفه الف رو انتخاب کنی. یا اگر اون نیازهای وجودیش ایکس و ایگرگ و زده، تو هم حتما نیازهای وجودی ایکس و ایگرگ و زده. یا اگر او رایگان بخشیش از راه کمک اقتصادی به دیگرانه، تو هم حتما باید رایگان بخشید از طریق کمک اقتصادی به دیگران باشه. هر ستای این فعالیت ها در ما آدمیان که باید انجام بگیرن با یک ریخت، با یک شکل، با یک صورت و فرم صورت نمیگیرند. عنایت کنید این نکته خیلی مهمیه که من بدونم، به دلیل اینکه خیلی زندگی ها واقعا تواف میشه برای اینکه من میخوام در یکی از این سه مرحله زندگی یا در دو تا از این سه مرحله یا هر سه تا مرحله تقلید از کس دیگری بکنم. یعنی میخوام برای شغل و حرفش فلان کس پزشکی رو انتخاب کرده، منم پزشکی رو انتخاب کنم مثلا، یا برای نیازهای وجودیش او نیازهای وجودی خودش رو از طریق مطالعه برآورده میکنه، منم لزوماً بر خودم بخوام تحمیل کنم که از طریق مطالعه نیازهای وجودی برآورده بشه، یا او رایگان بخشیش از راه اینه که تدریس مجانی میکنه برای کودکان بی سرپرست مثلا، برای ایتام، وقت منم بخوام رایگان بخشیم از مقوله تدریس باشه. هر ستای اینها در این حال که نمیشه در زندگی ازشون فراغ پیدا کرد اگر بخوایم یک زندگی کامروایانه داشته باشیم، ولی در هر کدام از ما نسبت به دیگری با صورت و شکل دیگری باید انجام بگیریم. خب حالا این صورت و شکل چی معلوم میکنه؟ من از کجا بفهمم که شغل و حرفه خودم رو باید چه شغل و حرفه انتخاب کنم؟ و باز به همین ترتیب من از کجا بفهمم که نیازهای وجودی چیاست؟ و باز من از کجا بفهمم که اگر میخوام رایگان بخشی داشته باشم، یه کمکی به هم نوع خودم بکنم، این کمک حتما باید از کدام سنخ باشه؟ اندازه میکنید آیا من باید کمک مالی بکنم، کمک فکری بکنم، کمک حقوقی بکنم، چه نوع کمکی من به دیگران باید بکنم؟ اینجاست که اهمیت داره تشخیص سنخ روانی فرزند، که بچه من دارای چه سنخ روانیه. سنخ های روانی به تمام معنا حرف اول رو میزنن در این که بچه من چه رشته تحصیلی و چه شغل و حرفه‌ای رو انتخاب کنه، یا چه نیازهای وجودی داشته باشه که باید اونا رو برآورده کنه، یا چه نوع رایگان بخشی هایی برای اون مناسب و درخوره، یعنی هم خودش رو به درد سر نمی اندازه و هم برای جامعه مفیده. این بحث سنخ‌های روانی در آموزش پرورش ما و در آموزش پرورش پدران و مادران ما مفقوده، یعنی بر اساس یک سلسله معادله‌های غلط، بر اساس یک سلسله محاسبات غلط ما رو در واقع هدایت می‌کنن. و اگر دقت بکنی متأسفانه اینطور شده. در باب نیازهای وجودی که ما اصلا به نیازهای وجودی فرزندان ما تقریبا توجه نداریم. در باب رایگان بخشی هم که ما کمتر توصیه به رایگان بخشی میکنیم بچه هامون رو. توجه کنید ما خیلی کم تو زندگیمون به بچه هامون یاد میدیم که تو یه بخشی از آن چه هستی به داده رو باید به هستی برگردونی، و این یه بخشی از اون چه هستی به تو داده رو باید به هستی برگردونی، یعنی باید رایگان بخشی داشته باشی. بنابراین قسمت دوم و سوم که تقریبا تو آموزش و پرورش ما پدران و مادران و معلمان و مربیان مفقوده نیستش، میمونه فقط شغل و حرفه. اینو البته اهتمام بهش داریم که بچه هامون چه شغل و حرفه‌ای در زندگی در پیش بگیرن، ولی شغل و حرفه رو بر اساس چی به بچه هامون یاد میدیم؟ بر اساس
هوشبهرشون بر اساس آیکیوشون. اگر بچه‌مون آیکیوش از 110 بالاتر بود، حتما این دیگه باید بره یا پزشک بشه یا مهندس بشه. درسته؟ اینه دیگه. و اگر کمتر بود دیگه رضا میدیم که بره علوم پایه بخونه، فیزیک بخونه، شیمی بخونه، ریاضیات بخونه، زیست‌شناسی بخونه. و اگر کمتر بود مثلا میگیم که خب حالا دیگه حقوق هم بخونی بد نیست. و اگر کمتر بود ممکنه بگیم که حالا روانشناسی هم بخونی اونم خوبه. و اگر بچه همون مثلا آیکیوش دیگه دیدیم از 65 و 70 و اینا هم رفته پایین تر، وقت بهش میگیم که برو فلسفه بخون. توجه میکنیم. و نکته خطای عمده اینه، این استدلال اینه که به سه تا چیز توجه نمیکنیم. یکی به این توجه نمیکنیم که هوش بهر، بهره هوشی فقط یکی از قوای ذهنی بچه ماست. ما نمیتونیم فقط بر اساس یکی از قوای ذهنیش انتخاب بکنیم شغل حرفه‌ای آینده‌ش رو. بچه ما که فقط هوش بهر نداره، سرعت انتقال هم یک توان ذهنی دیگه است. قدرت یادگیری، قدرت یادآوری، قدرت یاد سپاری، قدرت تفکر، عمق فهم، قدرت استدلال و قدرت انتقال مطلب به غیر، قدرت متقاعد سازی معمولاً بهش میگیم. اینا هم قوای ذهنی بچه هم. ما اومدیم از میان همه قوای ذهنی بچه فقط به آیکیو توجه کردیم. فقط این اواخره که گاهی شما تو مطبوعات و رسانه ها میبینید که میگن علاوه بر آیکیو ایکیو هم مهمه. وگرنه تا چند سال پیش که فقط آیکیو بود. هنوزم با این که توجه داریم به این که ایکیو نقشش در زندگی از آیکیو هم به مراتب اهمیتش بیشتره و نقشش بیشتره، هنوزم اگر بچه ها میخواستیم رشته تحصیلی براش انتخاب کنیم باز فقط به چی توجه میکنیم؟ به آیکیو و هوشبهر. این خطای اوله. یه خطای دوم وجود داره و اون که فکر میکنیم هر بچه‌ای هر توانایی برای هر کاری داره به اون کار علاقه هم داره. این هم یه معادله غلطیه. خیلی وقتا هست که بچه من توانایی ریاضیات خوندن داره ولی به ریاضیات خوندن علاقه نداره، عشق نداره. توانایی نقاشی داره ولی به نقاشی عشق نداره، علاقه نداره. اینم یک معادله خطاست که ما فکر بکنیم انسان‌ها چنان ساخته شدن که هر کاری را که دوست دارن، ببخشید، هر کاری را که میتوانن انجام بدن دوست دارن که انجام بدن، با اینکه اصلا البته همچین معادله‌ای برقرار نیست. یک در واقع معادله سوم هم خطاست و اون که فکر میکنیم بچه های ما اگه درآمدشون بیشتر باشه دیگه خوشبختیشون تأمینه و چون درآمد بیشتر در پزشکیه مثلا، در مهندسیه دیگه، در رتبه های پایین تر در حقوق، اینه که اول بچه هام رو نامزد میکنیم برای پزشک شدن و مهندس شدن و حقوقدان شدن. و اینم یه معادله بسیار غلطه. شما امیدوارم این کتاب رو خونده باشید، اگرم نخونده اید بخونید، کتابی بسیار عالی، آنچه با پول نمیتوان خرید. ما واقعا خطامون در اینه که فکر میکنیم با پول همه چیز رو میشه خرید و بنابراین میگیم اگر بچه ما به تعبیر خودمون یک شغل و حرفه آبرومندانه، یعنی شغل و حرفه پردرآمد، آبرومندانه یعنی پردرآمد، اگه بچه هم یه شغل و حرفه پردرآمد داشته باشه دیگه مشکلش رفت، دیگه اصلا دغدغه خاطرش رو من ندارم. هر ستای این معادلات غلطی. در واقع بچه ها برای این که بفهمن چه رشته تحصیلی و به تبعش چه شغل و حرفه‌ای رو انتخاب کنن و حتی چه نیازهای وجودی دارن که برن به طرف اون نیازهای وجودی رو برآورده کردن و حتی چه خدمات و امور خیریه اجتماعی رو بهش بپردازن برای رایگان بخششون، برای هر ستای اینا مطلقا به آیکیوشون نیاز نیست، باید به سلخ روانیشون توجه کرد. توجه میکنید در فرهنگ سنتی شرق، یعنی در فرهنگ سنتی هند، چین، ژاپن، عقیده بر این بود که اگه شما تا 12 سالگی بچه‌تون فقط دنبال این باشید که سلخ روانیش رو پیدا کنید و هیچ چیز به بچه‌تون یاد ندید بازم ضرر نکردید، چون اگه تا 12 سالگی هم سلخ روانیش رو پیدا کنید جبران تمام اون به گمان شما
عرض کنم که آتل و باطل بودنهای قبلش رو انجام میده، جبرانش رو میکنه. این سنخ روانی خیلی خیلی اهمیت داره. حالا البته سنخهای روانی که در آیین هندو برای انسان قائل بودن، در آیین بودا برای انسان قائل بودن، در آیین داو در ادیان شرقی برای انسان قائل بودن، با سنخهای روانی که امروزه روانشناسان، مخصوصا روانشناسان اعماق، روانشناسان ژرفا قائلن، تفاوت‌های کمابیشی داره. اما این که ما اصلا توجه نکنیم به سنخ روانی و توجه نداشته باشیم که بچه‌مون درونگراست یا برونگراست، کنشگره یا کنشپذیره، احساسیه یا متفکره، حسیه یا شهودیه، دریافتگره یا قضاوتگره، و خلاصه توجه نکنیم که تو یک فایل 32 قسمتی من باید بچه‌ها رو پیداش کنم. 32 تا سنخ، حالا اگر بخوام طبق این تیپ شناسی حرف بزنم، 32 تا سنخ، هر یکی از 32 تا سنخ رو هر انسانی داره و من اول باید فایل سنخ روانی بچه‌ام رو پیدا کنم که از این 32 نوعی که انسان‌ها هستن بچه من کدوم یکی از این 32 تاست، بر اساس اون 32 تا انتخاب بکنم. شما حتما دیده ای تحقیقات آقا و خانم تیگر از بزرگترین روانشناسان امریکایی رو در این باب که حتی انتخاب همسر هم بر اساس سنخ روانی باید صورت بگیره. شما حتما دیده اید کتاب خیلی معروفه چگونه همسر خود را انتخاب کنید از آقا و خانم تیگر، یا شغل و حرفه باز کتاب دیگری بر اساس سنخ روانی نوشته شده که همین دوتا روانشناس نوشتن و به زبان فارسی هم تا جایی که خبر دارم ترجمه شده، درباره اینکه چگونه شغل و حرفه خودتون انتخاب کنید. نظر سنخ شناسی، نظر همه کسانی که به سنخ شناسی میپردازن اینه که شما نمیتونید کام روا بشید تا سنخ روانیتون نشسته. نظر میکنید این همون پیامی بود که به صورت مبهمتری سقراط 2600 سال پیش میداد که میگفت که من کل فلسفه رو مبتنی بر دو اصل میدونم، یکی خود را بشناس و یکی زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد، زندگی رو باید خودمون بیازماییم. خب حالا قرارم اینه که این خودشناسی که در مورد بحث ما یعنی سلف روانی خودمون رو بشناسیم، این ما ازش غافلیم. وقت بچه درونگرا را به طرف شغلی میرانیم که فقط برونگراها درش موفقن و فقط برونگراها درش استعداد دارن و فقط برونگراها بهش عشق دارن، و به همین ترتیب بچه کنشگر خودمون رو به طرف شغلی میرانیم که عشق به اون شغل و استعداد برای اون شغل و موفقیت در اون شغل فقط از آن کیاست؟ از آن کسانی که برونگرا باشن. بچه درونگرای من اونجا نه عشق داره، نه استعداد داره و نه موفقیت تقریبا حاصل میکنه. اینات میکنید شما حتما خودتون تو زندگیتون به دوستانتون، همسایگانتون، فیشانتون برخورید، و خود من الا ما شاءالله سر و کار دادم با افرادی که در سن 30 سالگی، 35 سالگی، کمتر، حتی 40 سالگی، حتی 50 سالگی و حتی 60 سالگی و حتی 70 سالگی در واقع رجوع میکنن و میگن آقا من از این زندگی راضی نیستم، من از اول پدر و مادرم را فرستادن من رو مهندس کردن، من نه به مهندسی عشق داشتم، نه در مهندسی استعداد داشتم، نه موفقیتی کسب کردم، اگر موفقیتم کسب کردم الان به کامم نمیشینه، به دهنم مزه نمیکنه، به خاطر اینکه من میخواستم مثلا روانشناسی بخونم یا میخواستم فلسفه بخونم یا میخواستم هر چیز دیگه بخونم، حالا هر چیزی که میتونه باشه. کشف سنخ روانی چیز بسیار مهمیه. ما نه فقط پدران و مادران این کار رو نمی کنن، بلکه بچه هامون وقتی به مدارس هم میسپریم، از مهد کودک و کودکستان گرفته تا آخر، هیچ وقت کسی احوال این سنخ روانی رو نمی پرسه. نهایتش وقتی میخوان بچه تون رو تحویل بگیرن یه آزمون خوش میکنن که بفهمن ایشون آیکیوش در چه حده، و فکر میکنن حلال همه مشکلات و کلید همه ارز کنم قفل ها فهم آیکیو و بهره هوشی و هوش بهره بچه است. اینو خیلی باید بهش توجه بکنید. اگر بخواید بعدها پشیمان نباشید از فرزند پروری خودتون
و بعدها بچه هایی داشته باشید کمابیش تا جایی که میشود با درد و رنج کمتر زندگی بکنن، باید به این توجه بکنید. اما اگر فقط به پول فکر کردید و فقط به شغل و حرفه هایی که پول میاره و بعدم فکر کردید فقط این شغل و حرفه ها رو با آی کیو بالا میشه به دست آورد و خلاصه بر اساس پول و بر اساس آی کیو تصمیم گرفتید، خب همین چیزی که الان ماشاءالله شما میبینید بچه ها از وقتی استقلال پیدا میکنن دیگه تقریبا از اواخر دوره لیسانس دیگه احساس میکنن استقلال دارن، میبینید دیگه فوق لیسانس رو اون رشته که شما میخواید نمیرن، ترجمه میکنید دکتری رو دیگه اون رشته که پدر و مادرشون میخوان نمیرن، چون دیگه احساس میکنن دیگه لااقل الان که دیگه میتونم خودم برای خودم تصمیم بگیرم. خب چرا این کار رو ما 20 سال پیش نکرده باشیم؟ چرا بچه‌مون از آغاز روشن نکرده باشیم که عشق او اولا و استعداد او ثانیا اقتضای چی رو داره و فهم این عشق و استعداد از راه فهم سنخ روانی صورت میگیره. حالا فهم سنخ روانی یک، و فهم عشقی که شخص داره که آیا به چه رشته‌ای از رشته‌های علوم یا فنون یا هنرها علاقه داره و فهم استعداد بچه، اینا البته به راه‌های مختلفی صورت می‌گیره، ولی خب همه راه‌ها بالمعال راه روانشناسانه است. باید کار روانشناسانه یا مشاور روانی شما یا روانشناس شما یا رواندرمانگر شما باید این کار روانشناسانه روی فرزند شما انجام بده و خود شما البته می‌تونید در این جهت کمک کار باشید. ولی به هر حال این که ما بچه هامون رو به این صورت تربیت میکنیم، این نه وظیفه اخلاقی ما به این با این حال استیفا شده و نه بعد بچه های خوشنور از زندگی خواهیم داشت، بچه هایی که همیشه عرض کنم که ناراحتن. حالا من دیگه چون این بحث رو در یکی دو جای دیگه مفصل گفتم، فقط میخواستم به اشاره کنم، ولی خیلی خیلی به نظرم میاد جای توجه داره و هرچی من برش تاکید بکنم به گمان خودم تاکیدم بازم به اندازه کافی نیست. این خیلی مهمه که من سنخ روانی و از طریق سنخ روانی عشق و بعد استعداد بچه رو، این ستا رو در بیابم و بر اساس سنخ روانی و بر اساس عشق بچه‌م که به تعبیر مولانا هر کسی را بهر کاری ساختند، مهر آن را در دلش انداختند، بر این اساس و بر اساس استعداد عمل بکنیم. در ادیان ابراهیمی، یعنی در یهودیت و مسیحیت و اسلام، کمتر به سنخ شناسی افراد توجه شده، اگرچه مثلا بعضی از عارفان ما که به سنخ شناسی خیلی اهمیت میدادن تحت تأثیر ادیان شرقی، اینا به آیات و روایاتی توسل میکردن که بگن این سنخ شناسی در آیات و روایات ما هم هست. مهمترین آیه‌ای که بهش استناد می‌کردن اون آیه معروف قرآنه که کلون یعمل علی شاکلته، و از شاکلتون رو در بیابید. شاکله چیزیست نزدیک به اونی که الان بهش می‌گیم سنخ روانی. هر کسی بر اساس شاکلش خوب عمل می‌کنه، بنابراین باید شاکله رو در بیابید تا بتونید در زندگی بیش از هر چیزی راضی باشید. یکی از این سنخ‌های روانی که بهش بعضی بیشتر توجه کردن اینه که بدونید بچه‌تون اهل موفقیت یا اهل رضایته. اینم باز من توضیح نمیدم در بابش، ولی هر انسانی بالمعال تو زندگی یا اهل موفقیت یا اهل رضایته، هنرت میکنید بالمعال اینجوره، و اینم من باید تو بچه خودم بیابم. بعضی از روانشناسان حتی این اهل موفقیت و اهل رضایت بودن رو اگر من تشخیص بدم در مورد بچه‌م، گمان میکنن کافیست برای که بفهمم این بچه‌م چه آینده‌ای براش خوبه و چه آینده‌ای براش خوب نیست. بچه‌هایی که اهل موفقیتن براشون ثروت یا شهرت یا قدرت یا احترام یا آبرو یا محبوبیت، اینا براشون خیلی مهمه. حالا یا یکی از اینا یا دوتا از اینا یا هر ششتای اینا کمابیش براشون مهمه، یعنی مهمه که چه جلوه ای در صحنه زندگی اجتماعی دارند، و چون جلوه های در صحنه زندگی اجتماعی ایناست، یعنی از طریق ثروت، از طریق شهرت، از طریق قدرت، از طریق احترام، از طریق آبرو و از طریق محبوبیت حاصل میاد، این بچه ها در واقع باید برن به سمت و سوهایی که
اینا برشون تامین بشه. اینا رو هر کار باشون بکنید باز برمیگردن به شهرت طلبی خودشون، نمیدونم به موفقیت طلبی خودشون یا هر چیز دیگه. یه بچه‌هایی هم هستن که اصلا و ابدا به اینا توجه ندارن، بیشتر دنبال اینه که یه آرامش درونی داشته باشن، یک شادی درون داشته باشن، بیشتر میخوان با خودشون در آشتی باشن، میخوان یه زندگی معنادار داشته باشن. توجه میکنید اینا اصلا به این کار ندارن که حالا من شغلم چه شغلیه، درآمدش چقدره، شهرتی که برام میاره چقدره، حیثیت اجتماعی و وجاهت اجتماعی که برام میاره چقدره. خب من اینم باز توضیح الان نمیدم که بحثای مفصلی در این باب صورت گرفته که اهل رضایت با اهل موفقیت، یعنی کسانی که جلوه بیرونی براشون مهمه و کسانی که بود درونی براشون مهمه، اینا دو سلخ آدم هم. یه آدم های بود درونی براشون مهمه، اصلا نمود بیرونی براشون اهمیت نداره. یه آدم های برعکس، نمود بیرونی براشون اهمیت داره و بود درونی براشون اهمیت نداره. اینم باز اگه بخوام توضیح بدم خیلی در واقع وقت گرفته میشه. اینم یک نکته است. نکته بعدی در باب اقتدار پدر و مادر بر فرزنده، اینم خیلی مهمه. ببینید بچه ها دو چیز در پدر و مادر میبینند، یکی توانایی های مادی که پدر و مادر دارند و خود بچه احساس میکنه نداره. مثلا بچه میدونه که اگه تو کوچه بره یه بچه هم میتونه بزنتش، ولی پدر او رو یه بچه نمیتونه بزنه، درسته؟ میدونه که اگر گربه بهش حمله بکنه میترسه، ولی اگر گربه به پدرم حمله بکنه پدرم نمیترسه. حنات میکنی؟ و اگر من دستم رو بخوام دراز کنم به تاخچه دستم نمیرسه، ولی پدرم دستش رو دراز بکنه میرسه. تجربه زندگی از همون روزهای اول زندگی القا میکنه به بچه که پدر تو یک سلسله توانایی های بیرونی، بگی توانایی های مادی داره که تو نداری. حنات میکنی؟ این یک. این توانایی های مادی، توانایی های بیرونی که پدرم میتونه کسب درآمد کنه، من نمیتونم کسب درآمد کنم، پدرم میتونه از خودش دفاع کنه، من باید برم زیر دامن پدرم قرار بگیرم تا ازم دفاع بشه، من به حفظ و حراست پدرم نیاز دارم ولی پدرم به حفظ و حراست من نیاز نداره، خطری متوجه من یا بقیه خواهران و برادرانم بشه پدر و مادرم هستن که خطر رو میتونن رفع کنن. ما یه حالت در واقع توفیلی گویا داریم، ما یه حالت تبعی داریم، یه حالت ثانوی داریم نسبت به پدر و مادرمون. اینو بهش میگیم در واقع توانایی مادی، به این میگن قدرت. اما یک نفوذ معنوی هم پدر و مادر در بچه دارن که به این گفته میشه اقتدار. اون پاور به زبان انگلیسی قدرت، این اتوریته هست، یعنی اقتداره. فکر کنیم اقتدار به معنای قدرت مادی نیست، اقتدار معنی نفوذ معنویه. نفوذ معنوی یعنی کسی میتونه اراده خودشو که بیان میکنه کسان رو تابع خودش کنه. توجه میکنیم یه محبوبیتی پدر و مادر بچه نسبت به پدر و مادرش احساس میکنه، این احساس میکنه که پدر و مادرش رو دوست داره و پدر و مادرش محبوبند برای اون. این ویژگی ها که بهش میگیم نفوذ معنوی، این اتوریته است. انتظار میکنیم یه حرف شنوی احساس میکنه که دیگران از پدرش دارن یا از مادرش دارن، یه علاقه ای دیگران به پدر و مادر او دارن، دیگه اینا نفوذ مادی نیست، اینا نفوذ معنویه. شما یک پیرمرد در نظر بگیرید که تقریبا هیچ توانایی جسمانی نداره، ولی تا میگه یه لیوان آب، نوه‌هاش، پسر، دختر، همه، این نفوذ معنویه. نفوذ مادی همیشه به فیزیک آدم بستگی داره، به مادیات آدم، به بیرون آدم بستگی داره. اما یه پیرمردی که سخن گفتن هم حتی دیگه برایش دشوار شده، دستش نمیتونه یه دیوان آب هم دستش بگیره، اما این با سخن خودش خیلی کارها میتونه بکنه، چه بسا بتونه چیزهای زیادی رو کنفیکون کنه، بیش و کم کنه و تکون بده، جا به جا کنه.
این بهش بگیم نفوذ معنوی، این اقتداره. خب بچه ها قدرت را اول فهم میکنن در پدر و مادر و کمی بعد از اونم کم کم اقتدار را هم فهم میکنن. میبینن پدرشون یه نفوذ کلامی داره. تمام سخن بر سر اینه که هر کس قدرت و اقتدار داشته باشه، اگر از قدرتش خیلی استفاده کرد، اقتدارش به صفر میرسه. توجه کنید، شما در نظر بگیرید مثلا رئیس یک رژیم سیاسی را. رئیس این رژیم سیاسی البته قدرت مادی داره، یعنی ثروت کشور در اختیارش، نیروهای مسلح کشور در اختیارش، درسته؟ مسلمه که کسی که ثروت یک کشور در اختیارشه و قدرت نیروهای مسلح هم در اختیار او، این قدرتش خیلی نسبت به شهروندان که هیچ گونه قدرت رو ندارن. در این حال رئیس یک کشور یه اقتداری هم داره، یه نفوذ معنوی هم داره. نکنید کسانی داره که عاشقشن، کسانی هستن که پیروان او هستن، کسانی هستن که جانشون رو فدای او میکنن، کسانی هستن که حالا اگه تا اون حد نیست از او حرف‌شنوی دارن، از او اطاعت میکنن. اینم اقتدار، درسته؟ اینم اقتدار. حالا اگر یه وقتی این رئیس این مثلا رژیم سیاسی، رئیس این حکومت، رئیس این دولت اگر بخواد عاقلانه رفتار بکنه، توجه میکنید، باید کمترین استفاده رو از قدرتش بکنه. هر چه کمتر استفاده میکنه از قدرتش، اقتدارش بیشتر میشه. مثلا اگر روزی بتونه با توپ و تانک مخالفان خودش رو سرکوب بکنه و نکنه، قدرتش رو به کار نگرفته، ولی اقتدارش چی میشه؟ در واقع بالا میره، نفوذ معنویش افزایش پیدا میکنه. اما از یه طرف اگر با مخالفان خودش با قدرت مواجه شد، یعنی با توپ و تانک و اسلحه زد کشت، این بر وضع مسلطه، اما فقط به لحاظ چیزی که بر وضع مسلطه، به لحاظ قدرت دیگه اقتدارش از دست میده، نفوذ کلامش از بین میره دیگه. کسی دیگه برای او احترام قائل نیست، برای او آبرو قائل نیست، محبوب نیست او پیش کسی. اناد میکنید این یک بازی الاکلنگی همیشه بین قدرت و اقتدار وجود داره که تو باید این دوتا را متعادل نگه داری تو زندگی. اگر گفت به حوث این افتادی که از قدرتت برای پیش برد مقاصدت استفاده کنی، هر چه قدرتت افزایش پیدا میکنه، اون وقت عرض کنم که اقتدارت کاهش پیدا میکنه. ادوارد گیبون، مورخ معروف انگلیسی که بزرگترین مورخ تاریخ روم بود و هنوزم کتاب ظهور و انحطاط امپراتوری رومش مهمترین کتاب در دنیاست، با اینکه 250 سال پیش نوشته شده، او در باب نیرون این جمله رو میگه. ببینید چه جمله خیلی عمیقه. میگه نیرون در اواخر عمرش هیچ دشمنی نداشت. چرا؟ چون همه دشمنان رو با قدرت خودش چه کرده بود؟ نابود کرده. اما هیچ دوستی هم نداشت. چرا؟ چون اگه تو همه قدرتتو استفاده کردی که اینو نابود کنی، اینو با شکنجه، اونو با اعدام، اونو با ترور، اونو با فلان و بهمان، خب از قدرتت کمال استفاده رو بکنی، اقتدارت هم از دست میدی. اقتدار وقتی از دست میدی که دوست نداری. تعادل میان این دوتا، یعنی تعادل میان قدرت و اقتدار. قدرت و اقتدار وقتی میگم، اگر بخوام ترجمه کنم به اون مطلوب های اجتماعی، قدرت از آن صاحبان ثروت و صاحبان سیاست، دولت مردان قدرت دارن و ثروتمندان. اما اقتدار مال کیاست؟ مال کسانی که احترام پیش مردم دارن، آبرو دارن پیش مردم، نگاه میکنید، و محبوبیت دارن. خب آدم کمابیش از این دوتا برخورداره تو زندگیش. هم من یه پولی دارم که با پولم میتونم یه کارهایی رو پیش ببرم، همچه بسا یه قدرتی در سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی داشته باشم که با اونو بتونم کارامو پیش ببرم. از اون طرف این به کسانی برای من احترام قائلن، یه کسانی آبرویی من پیششون دارم، محبوبیتی پیششون دارم. فرزانگان کسانی هستند که این دوتا رو متوازن نگه می‌دارن. یه بار نمیان اقتدارشون رو
از بین ببرن با اینکه فقط با قدرتشون استفاده کنن. خب این در عالم سیاست هست، در عالم امور اجتماعی هم هست. حالا من به اون اشکال ندارم، میخوام برگردم تو خانواده. بچه از ابتدا میفهمه که قدرت‌های فراوانی پدر و مادرش دارن که اون نداره. بعد از اونم کم کم پی میبره از 3 سالگی به بعد که یه اقتدارهایی هم. چرا؟ چون میبینه توی مجلس که میره جلو او پا نمیشن، ولی جلو پدرش پا میشن. میفهمه یه احترامی پدر داره که من ندارم. توجه میکنی؟ یه محبوبیت‌های پدر داره که من ندارم. اینو میفهمه. در تربیت درست پدر و مادر باید این دوتا رو به موازات هم پیش ببرن. اگر به بچه‌م گفتم اگه درس نخوندی دوچرخه نمیخرم، برای درس خوندن بچه‌م از چی استفاده کردم؟ از قدرت هم استفاده کردم. چون البته قدرت خرید اتومبیل دوچرخه رو او نداره، من دارم. پس اگر گفتم اشتباه کردم، به خاطر اینکه قدرتم را وقتی دستمایه پیشبرد کارم میکنم در تعلیم و تربیت فرزندم، اقتدارم افت میکنه. توجه میکنی؟ اون وقت این بچه هم چجور میگه؟ میگه پدر من فقط از زورش استفاده میکنه، فقط از قدرتش استفاده میکنه. خب کسی که فقط از زورش و از قدرتش استفاده میکنه، از سرعتش استفاده میکنه، این احترامش پیش بچهش پایین میاد. توجه میکنید؟ آبروش پیش بچهش پایین میاد، محبوبیتش کم میشه. اما کسی هم هست که اینقدر اقتدار پیش بچهش داره که اگر به بچهش بگی که بابا من فقط دوست دارم که تو این 3 ماه تابستون رو واقعا درس بخونی، بچه به همین دوست دارم که اکتفا میکنه و درس میخونه، از بس اقتدار رو بچهش داره. یک امر جدی در تعلیم و تربیت اینه که پدران و مادران تا میتونن از اقتدارشون استفاده کنن برای تعلیم و تربیت، نه از قدرتشون. انعت میکنی؟ و این چیزیست که ما معمولا در تعلیم و تربیت این کار رو نمی کنیم. اگر دقت بکنید ما معمولا وقتی تهدید میخواییم بکنیم بچه‌مون رو، میگیم اگر فلان کار رو نکنی دیگه امسال تعطیلات تابستون سفری در کار نیست، اگه این کار رو نکنی پول تو جیبی دیگه در کار نیست، اگه این کار رو نکنی پول تو جیبی تو کم میکنم، اگه این کار رو نکنی من دیگه نامنویسی تو فلان مدرسه خوب نمیکنم. دارم از چی استفاده میکنم در واقع؟ از قدرتم دارم استفاده میکنم. خب هرچه این کار رو بکنم، البته به ظاهر کارم پیش میره، بچه‌م ممکنه تهدید من درش مؤثر واقع بشه و تحت تاثیر این تهدید ظاهرا به همون راهی بره که من میخوام ببرمش، ولی در واقع دارم اقتدارم از دست میدم. آدمیان این دوتا را دارند، ولی آدم فرزانه کسیست که این دوتا را داره ولی اقتدارش رو همیشه به صورت بالفعل اعمال میکنه، قدرتش رو فقط به صورت چی؟ بالقوه داره، ولی هیچ از استفاده نمیکنه. اونی که از استفاده میکنه از اقتداره. و این معناش اینه که احترامی که فرزندان من شما برای ما قائلن و آبرویی که ما پیششون داریم و محبوبیتی که ما پیششون داریم، ما باید از این سه سرمایه استفاده کنیم در تعلیم و تربیت کودکانمون، نه ثروتی که داریم و قدرتی که داریم. انعطاف میکنید؟ ثروت و قدرت البته میتونه ظاهرا بچه‌های ما رو به همون راهی بکشونه که ما میخوایم، ولی در واقع هیچ وقت موفق نیست، به دلیل اینکه وقتی اقتدار تو کم میشه، بچه بعد از مدتی احساس بیپناهی در جهان میکنه. پناه یک بچه اقتدار پدر و مادرشه، نه قدرت و ثروت پدر و مادرشه. خب اینم باز من در جای دیگری بحث کردم در باب این که احساس بیپناهی وقتی من دارم که اونایی که احترام برشون قائلم، یا اونایی که آبرو براشون قائلم، یا اونایی که دوستشون دارم رو از دست بدم. نت میکنی؟ جامعه ها همینجورن، جامعه های گسیخته از هم جامعه هایی هم که برای رهبرانشون احترام قائل نیستند، آبرو قائل نیستند، محبوب نیستند رهبرانشون. نت میکنی چه میکنن؟ این خیلی اهمیت داره. شما دقت میکنی که چرا یه ملت های مترقی مثل انگلستان اینا هنوز یه آدمی رو دارن که هیچ کاری نمیکنه به حسب ظاهر، ولی بازم به نام نمیدونم شاه یا شاهزاده یا ملک یا ملکه سر جاش هست. نمیخوام دفاع کنم از نظام سلطنتی، بحثم اینه که ملکه انگلستان برای انگلستان چی کار میکنه؟ به نظر شما ملکه انگلستان به حسب قانون هیچ قدرتی نداره،
اما از چیش استفاده میکنه؟ از اقتدارش استفاده میکنه. یعنی مردم به چشم مادرشون نگاه میکنن به او، به چشم پدرشون نگاه میکنن به او. اینات میکنیم. حالا اگر این شخص بیاد از قدرت طمع کنه در قدرت و به جایی که سلطنت بکنه، به طبق عرض میکنم که تعریفی که در نظام های مشروط هست سلطنت هست، به جایی که سلطنت بکنه شروع کنه به حکومت کردن، یعنی از قدرتش استفاده کنه. خب هرچی از قدرتش استفاده میکنه، یعنی از ثروتی یا از نظام تسلیحاتی استفاده میکنه، خب اقتدارش کم میشه دیگه. به چشم مادر بهش نگاه نمیکنن، به چشم یه زورگو، به چشم یه دیکتاتور، به چشم یک مستبد بهش نگاه میکنن. این وضع که در نهادهای اجتماعی و سیاسی درسته، در نهاد خانواده هم درسته. تعلیم و تربیت همیشه باید با اقتدار پیش بره، نه با قدرت، یعنی با نفوذ کلام پیش بره. اینات میکنی؟ دیدی که بعضی ها میگن که یه نفسی داره، یه دم گرمی داره، تا یه چیزی رو میگه آدم نمیتونه باشه مخالفت بکنه، وا میده، تسلیم میشه. اینا کسانی هم که در واقع اقتدار دارن. این هم نکته خیلی مهمیه. و چه بسا این نکته در خود اساتید، یعنی در خود معلمان و مربیان غیر از پدر و مادرها هم چه بسا رعایت نشه. البته فکر میکنم در پدران و مادران باز بیشتر رعایت نمیشه در تا در اساتید. استاد دانشگاه هم نباید بگه اگه سر کلاس نیمدید و تعداد قیاباتون از یه حدی بیشتر شد از اون امتحان نمیگیرم. راجعه میکنه این از چیش داره استفاده میکنه؟ در واقع از قدرتش داره استفاده میکنه. اگر استفاده کردید که تو اقتدار نداری. استاد اون کسیه که وقتی به دانشجوش میگه به صلاحت فلان، به صلاحتی که فلان کلاسو شرکت بکنی، از احترامی که پیش دانشجوش داره باعث بشه، یا محبوبیتی که پیش دانشجوش داره، یا آبرویی که پیش دانشجوش داره سبب بشه که بره سر اون کلاس. نه اینکه بگه حضور و غیاب میکنم، نمره نمیدم، نمرت رو پاس نمیکنم، نمیدم جلو به رسالت رو میگیرم، فلان و بهمان، یعنی در واقع قدرت. اما من فکر میکنم پدران و مادران بیشتر از حتی اساتیدم از قدرت خودشون استفاده میکنن و اقتدارشون کم میشه. این قدرت استفاده کردن باعث میشه به ظاهر یه مدتی بچه در همون راهی که من میخوام میره، ولی بعد از مدتی اولین بار که قدرتش به اندازه قدرت من شد دیگه میگریزه از اون راه، میره تو اون راهی که دلش میخواد. اما مهمتر از این اینه که در زندگی احساس بی‌پناه میکنه. ما تو زندگیمون نیاز به کسانی داریم که احترام براشون قائلیم، دوستشون داریم، راجع میکنیم، پیش ما آبرومندن. اگه اینا تو زندگی ما نباشن، ما یک احساس بی‌پناهی میکنیم. اینم خدمتتون عرض کنم که یک نکته بود که میخواستم عرض کنم. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که گفتم که در اقتدار، گفتم که اقتدار یعنی آدم از نیروهای مادیش استفاده نکنه، از نیروهای معنویش استفاده کنه. یکی از این نیروهای معنوی عشقه که ما ازش استفاده میکنیم. اما تمام توجه رو باید در اینجا به این داشت که عشق اگر مشروط شد اثر مخربی بر روان فرزند داره. عشق اگر مشروط به شرطی شد، مقید به قیدی شد، توجه میکنید، اگر من به بچه‌م بگم که اگر فلان رشته رو ول کردی، اگر دانشگاه تو ول کردی، اگر فلان مدرسه رو نرفتی، اگر فلان کلاس آموزش زبان رو نرفتی، اگر نرفتی نمیدونم فلان، دیگه دوستت ندارم، بچه میفهمه که پس دوست داشتن پدر من قید و شرط داره. من باید یه کارایی بکنم تا پدرم دوستم داشته باشه یا مادرم دوستم داشته باشه. به این میگن ابراز عشق مشروط. یعنی من عشقمو به بچه ابراز میکنم، اما میگم شرط داره، باید فلان کلاس رو شرکت بکنی تا دوستت داشته باشم، فلان جا نباید بری تا دوستت داشته باشم، فلان کار رو باید بکنی یا نباید بکنی تا من دوستت داشته باشم. ولی معنیش اینه که من اگه بخوام دوستی پدرم رو حفظ بکنم باید این کار رو نکنم. این عشق نامشروط یک آثار مخرب فراوانی داره که اینم در جای دیگری در اون بحث معانی چهارگانه عشق من بحث کردم. فرزندان باید از عشق نامشروط برخوردار ببینن خودشون، یعنی احساس کنن که ما چه بریم کلاس زبان آموزش زبان چه در این پدرمون دوستمون داره،
نه اینکه فقط به شرط اینکه بریم دوستمون داره، فلان کار چه بکنیم چه نکنیم پدرمون دوستمون داره. عشق وقتی بی قید و شرط میشه و میگم بکنی یا نکنی دوستت دارم، بری یا نری دوستت دارم، ترک تحصیل بکنی یا نکنی دوستت دارم، توجه میکنی؟ اون وقت بچه میفهمد که کسی که منو در هر اوضاع و احوالی دوست داره، پس اگر این توصیه رو میکنه، این توصیه از سر اینه که به من عشق میبرزه، پس این توصیه به صلاح منه. اما اگر گفتیم که به شرط اینکه کار بکنی دوستت دارم، میفهمه که محبتی نیست، داد و ستدی بین من و پدرم داره صورت میگیره. من یه کاری رو برای پدرم میکنم، پدرم در ازاش عشق به من میده. اگه این کارو نکنم، عشقش رو از من چه میکنه؟ دریغ میکنه. حالا من در جای دیگری، یعنی در همین هفته گذشته در اصفهان، راجع به این خیلی مفصل صحبت کردم. فرق عشق مشروط و عشق نامشروط در اینه که عشق مشروط انسان‌های آزاد به بار میاره، ولی عشق مشروط غیر، ببخشید، عشق مشروط انسان‌های برده به دنیا به وجود میاره و پدید میاره. عشق نامشروط بی قید و شرطی که آزاد به دنیا. ببینید وقتی من پدرم بهم میگه اگر این کارو بکنی و اون کارو بکنی و اون کارو بکنی دوستت دارم، من اگر تبعیتم بکنم، من برده پدرم شدم. توجه میکنید؟ اما اگر پدرم بگه چه بکنی چه نکنی دوستت دارم، اون وقت اگر کردم آزادانه اون کار رو انجام دادم. برای اینکه جامعه یک جامعه متشکل از افراد آزادی باشه، باید عشقهای نامشروط پدران و مادرانشون بهشون داده باشن، یعنی تو رو آزاد گذاشته باشن، گفته باشن از راه این راه بری یا 180 درجه اون طرف، عشق ما فرق نمیکنه. اون وقت با آزادی طرف راهش رو انتخاب کرده، نه اینکه بو یا نوعی تهدید عاطفیش کردن که این عاطفه عشق رو به تو میدم، در ازایش هم فلان چیز رو ازت میخوام، اگر اون فلان چیز رو ندادی عاطفه عشق رو از تو باز میگیرم. بنابراین تو عواملی که تو اقتدار پدر و مادر مهمه، عشقیست که ابراز میکنن به بچهشون. اما این عشق هم همیشه یک تیغ دو لبه است. اگر مشروط اظهار شد آثار مخربی داره، و اگر نامشروط اظهار شد اون وقتی که آثار مثبت خواهد داشت. این یک نکته است. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم در تعلیم و تربیت، فقط اشاره میکنم، در تعلیم و تربیت ما نباید با عجب، با کبر تعلیم و تربیت داشته باشیم. ببینید معنیش این نیست که میگم بچه هاتون رو متواضع بار بیارید، نه، میگم خودتون در تعلیم و تربیت متواضعانه تعلیم و تربیت انجام بدید، نه با عجب. اینم باز فقط اشاره بهش میکنم. عجب در واقع که ما امروزه بهش میگیم غرور، میگیم فلانی خیلی مغروره، یا گاهی میگیم خیلی از خود راضیه، خیلی خودبینه، خیلی خود بزرگ بینه، هرچی میخوایم بگیم. عجب در واقع یک قاعده است. اگر من باور داشته باشم که هر چیزی که از آن منه بهتر از چیزهایی است که از آن دیگرانه، فقط به این دلیل که این چیز از آن منه و بقیه چیز از آن من نیست، اینو بهش میگن عجب. ببینید اگر من گفتم که، مثال میزنم، اگر من گفتم که پدر من برتر از همه پدرهای جهانه، و بعد شما گفتید به چه دلیل؟ میگم چون این پدر من پدر منه، ولی بقیه پدرها پدر من نیستن، اینو بهش میگن عجب. اگر گفتم بچه من برتر از بچه های دیگرانه، گفتید آخه به چه دلیل؟ دلیل چی؟ گفتم بخاطر اینکه بچه من فقط بچه منه، بچه های دیگرانه که بچه من نیستن. و باز به همین ترتیب اگر گفتم ملت من برتر از بقیه ملت هاست، گفتید خب به چه دلیلی ملت تو از بقیه ملت ها برتره؟ گفتم چون ملت من ملت منه، بقیه ملت ها ملت من نیستن. فرمول اوج اینه که هر چیزی که از آن من است برتر از بقیه چیز هاست که از آن دیگرانند، به دلیل این که این از آن منه ولی بقیه دیگه از آن من نیست. حالا این آن میتونه هر چیزی باشه، پدر من، مادر من، همسر من، فرزندان من، ملت من، دین من، مذهب من، کیش من، آیین من، مکتب من، مسلک من، مشرب من، مرام من، ایدئولوژی من، اسم من. توجه میکنید؟ اگر من گفتم دین من برتر از ادیان دیگر است و شما گفتید به چه دلیل؟
چه دلیل داری که دین تو برتر از ادیان دیگره؟ گفتم به خاطر که دین من دین منه، بقیه ادیان که دین من نیستن. این معنیش اینه که من متکبرم، من عجب دارم، من خودشیفتم، من فکر میکنم من برتر از همه هم، پس هر چیزم به میزان نزدیکیش به من برتری داره بر اونایی که دورند. راجع میکنید این قاعده عجب. عجب در تمام ساحت‌های وجود ما راه داره. یک کسی ممکنه بگه بدن من زیباتر از بدن دیگران است، بعد بگیم خب دلیل تو بگو، بگی بخواد که فقط بدن منه که بدن منه، بقیه بدنه که بدن من نیست. توجه می‌کنی؟ و این ممکنه راجع به هوش من، راجع به حافظه من، راجع به قوای ذهنی من، راجع به قوای روانی من، راجع به کشور من، هر چیزی میتونه باشه. حالا اگر من پدر یا مادر به بچم گفتم که این کار رو بکن نه اون کار و اون کار و اون کار و اون کار و اون کار، و بعد بچم گفت چرا بابا، چرا باید این کار که شما میگید بکنم؟ میگم چون این کار رو من میپسندم و بقیه کارها رو نمیپسندم. این معنیش اینه که آن چه من میپسندم برتر است از آن چه من نمیپسندم، چون آن چه من میپسندم پسند منه ولی آن چه دیگران میپسندم پسند من نیست. درسته؟ این میگه میشه یک تعلیم و تربیت همراه با عجب. یعنی در واقع من تنها دلیلی که دارم برای این که بچم این کار رو باید بکنه چون این کار رو من میپسندم در ولی بقیه کار رو نمیپسندن، این کار رو من خوشم میاد ولی بقیه کار رو خوشم نمیاد، این کار رو من حق میدونم ولی بقیه کار رو حق نمیدونم، این کار رو من درست میدونم ولی بقیه کار رو درست نمیدونم. این میدونه معنیش چیه؟ معنیش اینه که عقیده من برتر از بقیه عقایده، چون فقط عقیده من عقیده منه، عقیده بقیه که عقیده من نیست. و احساسات و عواطف من برتر از احساسات و عواطف شماست، چون احساسات و عواطف منه و احساسات و عواطف شما احساسات و عواطف من نیست. این در واقع خودشیفتگیه. پس خودشیفتگی در واقع معناش اینه که هر چیزی به میزان نزدیکیش به من ارزش پیدا میکنه و به میزان دوریش از من کم ارزش میشه، و آن چیزی که کاملا از آن منه برتری داره بر آن چیزی که کاملا از آن من نیست. اناد میکنیم ما در آموزش پرورش خودمون در تعلیم و تربیتمون فراوان عجب داریم، یعنی به بچه‌مون روشی را و سلوکی رو، کرداری رو، گفتاری رو، خط مشی رو، موضعی رو القا میکنیم. بعد اگر از اون پرسید چرا من باید این خط مشی رو، این موضع رو داشته باشم، این سلوک رو داشته باشم، این گفتار رو داشته باشم، این کردار رو داشته باشم، حرف برای گفتن نداریم. وقتی حرف برای گفتن نداریم، پس معناش اینه که فقط به این جهت این خوبه که من به این رفتار گرایش دارم، یا من به این عقیده گرایش دارم، یا هر چیز دیگه. خب برای اینکه این عجب نباشه من باید چیکار کنم در تعلیم و تربیت؟ یا باید فقط رفتارهایی را و گفتار و کرداری را و عقیده ای رو و احساس و عاطفه ای رو و خواسته ای رو و موضعی را به بچه‌م توصیه کنم که وقتی دلیل برتریش رو بر بقیه میپرسه دلیل داشته باشم، بتونم با دلیل نشون بدم که این کار به این دلیل درست‌تر از بقیه کارهاست. وگرنه اگه بدون دلیل گفتم وقت در واقع در آموزش پرورشی من مبتنی بر عجبه، چون وقتی بدون دلیل دارم میگن این کارو بکن و نه کارهای دیگر رو، معناش اینه که چون این کار کار من است بکن و چون بقیه کارها کارهای من نیستند نکن. پس یک راه اینه که اگر میخوام آموزش پرورشی بدون عجب داشته باشم، آن چرا دلیل میتونم اقامه بکنم در هر سنی بچه هست دلیل متناسبی که او رو بتونه متقاعد بکنه میتونم داشته باشم، اینو توصیه کنم به بچه. توجه میکنی؟ و در باب بقیه امور که دلیلی ندارم در باب اونو ساکت باشم و بچه هم رو به حال خودش رها کنم. اونایی که دلیل ندارم که چرا بهش میگم این کارو بکن، وقتی دلیل ندارم ساکت باشم. بنابراین در توصیه ها ما یا باید عدم توصیه داشته باشیم در جاهایی که دلیل نداریم بر درستی توصیه ما، یا اگر
دلیل داریم، فقط وقتی دلیل داریم باید توصیه رو بیان بکنیم. توصیه های بی دلیل رو نباید کرد، فقط توصیه های با دلیل رو باید کرد. توصیه های بی دلیل رو در بابش باید ساکت شد. نت میکنیم مثال خیلی ساده شه، شما تو زندگی ما در امور مربوط به جنس قبول داریم، اگر من به پدر به بچه‌م بگم که این دارو رو بخور و بگه چرا بخورم، نمیتونم بگم چون من میگم بخور، میگم چون پزشکان گفتن بخور. وقتی میگم پزشکان گفتن بخور، یعنی ذوق و سلیقه خودم در کار نیست، صاحب نظری گفته اینو بخور. اما دیگه وقتی که از جنس میریم بیرون، بقیه توصیه هامون بی‌دلیله. یعنی در واقع میخوایم بگیم هر چه من خوش دارم تو باید خوش داشته باشی، چون آنچه من خوش دارم چیزیست که من خوش دارم و چیزایی که بقیه خوش دارن چیزی نیستن که من خوش داشته باشم. توجه میکنید؟ در واقع زبان حال ما اینه که هر چه آن خسرو کند شیرین بود، هر چه من بگم درسته. و خب این عجبه دیگه که آدم بگه هر چه من دارم درسته. این نکته اوله. علاوه بر این، نباید استبداد هم در در تعلیم و تربیت ما باشه. میگفتم تعلیم و تربیتمون همراه با عجب نباشه، نمیگفتم یعنی به بچه هاتون عجب رو توصیه نکنید، نه، میگفتم خودتون همراه با عجب آنچ پرورشتون القا نشه، همراه با استبداد. استبداد یعنی چی؟ عجب رو گفتم عجب یعنی این که هر چیزی که از آن من است فقط به این دلیل که از آن منه برتری داره بر بقیه چیزهایی که از آن من نیستن، چون بقیه از آن من نیستن. این عجب. استبداد چیه؟ استبداد یعنی قدرت صاحب عقیده را به جای دلیل عقیده قبول کردن. توجه میکنیم؟ استبداد یعنی این عقیده که قدرت هم یک دلیل. تا من معتقد شدم که قدرت هم یک دلیله، من دیگه به استبداد روی آوردم. ببین، اگر فرض کنی که من وزیری باشم در جایی، صاحب قدرتی باشم، هر قدرتی، وزیری، رئیس جمهوری، هر کی، شکی نیست که جامعه بدون قدرت نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه امورش تمشیت بشه. بنابراین احمقانه ترین سخن اینه که بگیم جامعه های بدون قدرت باید داشته باشه. بنابراین جامعه چاره از سلسله مراتب قدرت مسلما نداره. خب حالا فرض کنید توی جامعه که از سلسله مراتب قدرت گریز و گزیر نداره، من شده باشم وزیر رضاوت خونه، به زیر دست خودم، به کارمند خودم بگم که کار الف رو باید کرد. اگر کارمندم از من پرسید که جناب وزیر چرا باید کرد، گفتم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این معناش اینه که قدرت خودم را جای دلیل جا نزدم، قدرتم را ازش صرف نظر کردم و برای سخنم چی آوردم؟ دلیل آوردم. اما اگر گفتم، به من گفت که جناب وزیر چرا این کارو بکنم، بگم چون من میگم. وقتی میگم چون من میگم، یعنی قدرت میتونه جای چی رو بگیره در واقع؟ دلیل رو بگیره. اون وقت در واقع من دل مستبد. مستبد کسی است که برای عقاید خودش و مواضع خودش به جای این که دلیل را بیاره، قدرت رو به رخ میکشه. سخن باید دلیلش بهش سنجاق بشه، اما مستبد به سخن خودش دلیلش رو سنجاق نمی کنه. چیش رو سنجاق میکنه در واقع؟ قدرت خودش رو سنجاق میکنه. بنابراین این که چون من میگم یا چون من ما فوق تو هم، چون من به تو دستور دادم، اینا جای دلیل رو نمیگیره. بنابراین دوستان باید توجه بکنن، ما هیچ وقتی نمیتونیم جامعه بی قدرت داشته باشیم، اما میتونیم جامعه بدون استبداد داشته باشیم. کدوم جامعه؟ بدون جامعه ای که همه قدرتمندان وقتی میخوان امری بکنن، برای امرشون چی دارن در واقع؟ دلیل دارن، نه اینکه خودشون رو سنجاق میکنن و قدرت خودشون رو سنجاق میکنن به رأی خودشون و میگن چون من گفتم باید انجام بدید. این جامعه هست. ما نیازمند یه جامعه هستیم که سلسله مراتب قدرت درش کاملا وجود داشته باشه، اما هیچ صاحب قدرتی قدرت خودش رو منظم به عقاید خودش نکنه، دلیل رو منظم به عقایدش بکنه، بگه در این که قدرت دارم از قدرت هم هیچ استفاده نمی کنم، دلیل سخنان دارم بهت میگم.
خب ما متاسفانه در آموزش پرورش، در نهاد آموزش پرورش به طور کلی، نه منظورم فقط وزارت آموزش پرورشه، در نهاد آموزش پرورش یعنی هر جایی که به تعلیم و تربیت سر و کاری هست، ما معمولا استبداد به خرج میدیم. توجه میکنید؟ شما حتی در سطح دانشگاه ها میبینید، شما کمتر استاد دانشگاهی میبینید که وقتی شما اعتراض به سخنش میکنید ناراحت نشید، انگار به زبان حال میگه توجه بکنید حرفو کی زده؟ من زده. اما یعنی باز به جای این که دلیل بخواد اقامه بکنه، میخواد از قدرتی که نظام آموزش پرورش به او داده و گفته تو استادی ولی این دانشجوه، تو مقتدرتر از اینی، قدرت بیشتر از این داری، میخواد از این استفاده بکنه. پدران و مادران، و حالا اون بحث مراجع پدران و مادرانه، اونا میتونن یک نوع نظام آموزش پرورشی استبدادی داشته باشن، یعنی بدون دلیل از بچه هاشون چیزی رو تقاضا میکنن، به بچه هاشون چیزی رو امر میکنن، یا بچه هاشون از چیزی نهی میکنن، هیچ دلیلی هم اقامه نمیکنن که چرا. شکی نیست که دلیلی که من برای بچه 11 سالان اقامه میکنم با وقتی که این بچه 25 سال بشه، این دلیل اون دلیل نمیتونه باشه. یعنی ممکنه دلیلی بچه 10 ساله رو قانع کنه، ولی بچه 25 ساله رو از بس رشد فکری دیگه پیدا کرده، علمش بیشتر شده، تجربهش بیشتر شده، قدرت تفکرش بیشتر شده، فهمش عمیق‌تر شده، ممکنه قانع نکنه. ولی به هر حال مهم اینه که تو هر سنی بچه‌م قانع بشه. چرا؟ چون وقتی بچه‌م قانع بشه، وقتی اون کارو داره میکنه، کیه به نظرش میاد کی داره این کارو میکنه؟ به نظرش میاد خودش داره این کارو میکنه. ولی اگه قانع نشده باشه، به نظرش میاد به دست من کی داره کار انجام میده؟ بابام داره به دست من کار انجام میده. یعنی من یه آلتی شدم در دست بابام، من ملعبه و بازیچه دست بابام شدم. وقتی شما کسی رو متقاعد میکنید، از اون به بعد او خودش داره به آنچه که شما میخواید عمل میکنه، ولی کاملا به نظرش میاد که خودم دارم عمل میکنم، چون درسته قانع شده دیگه. اگر من بر شما اثبات کردم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است و شما تو مراحل اثبات من کوچکترین خطا ندیدید، تو گام‌های اثبات من اشکالی ندیدید، مقدمات اثباتم رو هیچ کدومش رو خدشه‌دار ندیدید و هر چی فکر کردید تمام استدلال من درسته، از اون به بعد معتقد میشید که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. و اگه بگیم این عقیده کیه که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، میگید عقیده خودمه. اما اگر تو استدلال من عیب و نقص دیده باشی، یا اصلا من استدلال نکرده باشم و به شما گفته باشم از این به بعد معتقد باشید مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، هر وقتم به یادتون میاد که مجموع زوایای مثلث رو 180 درجه میدونید، خودتون عادت دست کی میبینید؟ من میبینید. فقط با استفاده از نیروهای باوراننده، یعنی نیروهای اقناع کننده و استدلال کننده است که آدمیان احساس میکنن عادت دست کسی نیستن، میگن واقعا ذهنم مانع شد و بنابراین خودم از این به بعد عقیده دارم و اگه به مقتضاش عمل میکنم، دارم در واقع به مقتضای عقیده خودم عمل میکنم، نه عقیده ای ندارم ولی چون کسی زور به من گفته دارم از این عقیده در واقع در امور خودم و تدبیر امور خودم استفاده میکنم. اینم یک نکته ای که تو وظیفه اخلاقی و نسبت به. و اما نکته بعدی که خیلی اهمیت داره اینه، من در جاهای دیگه مفصل این بحث رو پیش کشیدم، چندین بارم گفتم دیگه واقعا لذت نمیبرم از این تکرارش بکنم. بزرگترین اصل ثابت در جهان ما و یگانه اصل ثابت در جهان ما اصل بی‌ثباتی. هیچ چیز در جهان هستی ثابت نیست، فقط یه چیز ثابته و اونم خود بی‌ثباتی. امکان نداره شما روی یک چیزی بتونید در جهان ما انگوش بگذارید، یعنی در عالم جهان ما که میگم یعنی کل عالم طبیعت که ما روی کره خیلی کوچکش نشستیم، هیچ چیزی نیست که ثبات داشته باشه. تنها چیز ثابت جهان بی‌ثباتی، بی‌ثباتیه که همیشه ثبات داره و این معنیش اینه که همه چیز در حال دگرگونی. ما در جهان زندگی میکنیم که هیچ چیز قرار توش نداره، آرام نداره، یه اتم توش آرام نداره، یه مولکول توش آرام نداره، یک رژیم سیاسی توش آرام نداره، یه آدم توش آرام نداره، همه چیز دستخوش تحوله، دستخوش تطوره، دستخوش سیلان و دگرگونیه. اصلا به تعبیر
هراکلیت در یونان قدیم و به تعبیر وایت‌هد در اواخر قرن 19 هم و اول قرن 20 هم و به تعبیر دیگری هم به تعبیر سردار شیرازی خود ما، به تعبیر این ستا فیلسوف، اصلا جهان یه تطور مدامه، هیچ چیز آرامش نداره. از نظر بود هراکلیت میگفت اگر به من بگید جهان رو به یه چیز تشبیه کن، فقط به یه چیز میتونم تشبیه کنم و اونم به چیه؟ به شعله چراغ. شعله یک گوشش، یه سر سوزن شعله وای نمیسته، شعله کاملا در حال حرکت و سیانه رو دیگرگونه. خب باید در جهان اینجوری زندگی میکنیم. وقتی در جهان اینجوری زندگی میکنیم، باید بدونیم در این جهان داریم زندگی میکنیم و بنابراین انتظار بی ثباتی از هر چیزی باید داشته باشیم و اینو باید از بچگی به بچه ها یاد داد. ببینید یه مثال دادم، شما باید به بچه‌تون یاد بدید که وقتی وارد حمام میشی بدنت خیس میشه، یا وارد حمام نشو یا خودتو آماده کن به لحاظ روانی که آب بپاشه. درسته؟ ما چاره جز این نداریم، یا باید وارد حمام نشیم یا باید بپذیریم که تو حمام بدن آدم خیس میشه، تر میشه. اگه از تری بدت میاد، از خیسی بدت میاد، پاتو تو حمام نیست. جهانی همچه حمام، یا باید واردش نمیشدی که اون دست خودت نبود. درسته؟ اما حالا که واردش شدی بدون جهان، جهان بی‌ثباتی، اینو باور کنیم که جهان جهان بی‌ثباتی. وقتی باور کنیم که جهان جهان بی‌ثباتیه، اون وقت بهتر زندگی میکنیم. وقتی میخواید همه چیز سفت و محکم نگهش دارید و تکون نخوره، اون وقت زندگیتون از بین میره، متلاشی میشه. اینو باید از اول بچه‌ها یاد بدید. ببینید بچه‌تون از مدرسه میاد خونه، میبینید ناراحته، میگه چرا ناراحتی؟ میگه فلان همکلاسیم که شش ماه بود با هم رفیق بودیم، امروز با من قهر کرده. درسته؟ به بچه‌تون بگید تو فکر میکردی هیچ دوستی خط نمیشه؟ تو فکر میکرد دوستی وقتی با کسی حاصل کردی که تو ابد ادامه داره؟ این یه مصداقی از اینه که جهان جهان بی ثباتی. بچه چون اینه بهش یاد نداده اید، وقتی با کسی دوست میشه گمانش برای اینه که این دوستی تا وقتی هر دوی ما زنده ایم حتما ادامه پیدا میکنه، اون وقت شوک میشه وقتی دوستیش باش قطع میشه. مثل بچه ای که انتظار نداشته تو حمام بهش آب بپاشه، وقتی انتظار داشته از اولم با یه خاطر آسوده وارد حمام میشه، چون انتظار داره، بهش گفتم که اینجا چاره جز این نیست که خیس میشی. اما اگه انتظار نداشته باشه، خب اول قطره آب که بهش میپاشه شوکه میشه، یعنی ضربه میخوره، ضربه روانی میخوره. ما باید به بچه هامون اینو یاد بدیم، چون در جهانی زندگی میکنیم که تنها اصل ثابت حاکم بر این جهان اصل بی‌ثباتی. خب نمیشه که تو جهان بی‌ثباتی ها زندگی کرد و دائما طالب چی بود؟ طالب ثبات بود. اینات میکنید؟ آلن واتس، عارف و عرض کنم که فیلسوف دین معروف آمریکایی که یک چهره واقعا تراز اول و در میان ما کمابیش ناشناخته است، یک کتابی داره به نام حکمت بیقراری. بیقراری یعنی هم بی‌ثباتی، حکمت بیقراری، درباره این که تو باید آماده باشی برای زیست در یک جهان بی‌ثبات. نت میکنید؟ حالا بعد میگم این آمادگی یعنی چی؟ باید آماده باشی و بنابراین نباید احساس ضربه بکنی و یک بار تعجب کنی یا یک بار میخکوب بشی در زمین که ای چجور شد یه چیزی که من فکر میکردم ثبات داره بی‌ثبات شد. تو باید از اول آماده کنم. نت میکنید؟ در ابتدای اون کتاب این بیت مولانا رو آلن واتس نقل میکنه که جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شد تا که قرار آید. تمام بیقراری که داری به خاطر که توی جهانی که قرار وجود نداره تو میخوای قرار وجود داشته باشه، خب خودت بیقرار میشی. و من از این مثال استفاده میکنم و ببینید، فرض کنید که دوستان توجه بکنن، فرض کنید که من یک ظرف بلور خیلی ترد لطیف ظریف شکننده رو خریدم از بازار،
و میخوام اینو برسونم به منزله رو و میدونم که چقدر این توبه شکننده است، ظریف، لطیف. تو کوچه وقتی دارم راه میرم تا یه دوچرخه سواری با سرعت میاد رد بشه، من خودم رو کنار میکشم. درجه میکنی؟ خودم رو کنار میکشم، چون میدونم که اگه این پرش به من بخوره این ظرفم از دستم میره، خودم رو کنار میکشم. اگر تو کوچه کسی به من فحش داد، ناشنیده میگیرم. توجه میکنی؟ اگرم بعد از فحش گفت خیلی بی غیرتی که به فحشه که بهت میدم بی اعتنایی میکنی، میگم خیلی عذر میخوام آقا، ببخشید من با شما مشکلی ندارم، میخوام یه جوری همه چی به سلم و سلامت درسته ببرم. اگرم یه جای احساس کردم که ممکنه لغزنده باشه، سعی میکنم پامو نگذارم یا با احتیاط پامو بگذارم که اگه رو یخ لیز خوردم خب این ظرفم میشکنه. راجعه میکنید؟ ببینید، من میخوام این ظرف را ثابت نگه دارم، به همین صورت به خونه برسونم. باعث میشه خودم چی میشم؟ از راننده میترسم، از اون که فحش میده میترسم. اما حالا فرض کنید من 2 کیلو سیب‌زمینی خریده بودم، درست؟ یه کسی فحش به میداد، سیب‌زمینی رو پرتاب میکردم اینجا و گفتن بیا ببینم تو بودی من فحش دادی؟ از فحش کسی نمیترسیدم. توجه میکنید؟ دوچرخه میومد میگفتم آقا حواست کجاست؟ سر شیر داری میبری؟ اگر پیاده میشد من سیب‌زمینی رو پرتاب میکردم و دست و گریبان میشدم. ببینید اونجا چون میخواستم سیب‌زمینی رو، نمیخوام سیب‌زمینی رو نگه دارم، خاطرم از همه چیز چی در واقع آسوده است، چون بنابرای سیب زمینی حالا به همون ترکیبش هم اصلا کلش هم از دست بره از دست رفت، خاطرم آسوده است، شجاعم. اما اینجا چی؟ اینجا چون میخوام این همین جور که تحویل گرفتم برسونم حتی یه خشمش نخوره، اون وقت دیگه سرعت راننده ها برای من تهدیدانگیزه. توجه میکنیم؟ باید 1000 غم و قصه رو به خودم تحمیل بکنم و دم بر نیارم. اینجورم دیگه. چرا؟ چون میخواستم قرار داشته باشه این ظرف، خودم الان بیقرارم، ناآرامم. اما آدم که سیب زمینی خریده اصلا مشبهش نیست، همطور آواز خون میره، شلنگ اندازم خودش هم قدم میزنه، از روی جوی هم همینطور میپره، حالا افتادم که افتاد، واهمه ای نداره. اقتضای این که شما بخواید یه چیزی رو، من یه کتاب نو فرسون خریدم و این کتاب خیلی برام عزیزه، حالا یا نایاب بوده خریدم یا خیلی قیمتش بالاست، یا با شما سلام علیک میکنم تا منم نگاش میکنید استراب پیدا کنم، میگم حالا این میگه آقا این کتاب من میشه قرض بدید مثلا، یا امانت بدید، بعد فرق برمیگردین آقا که چک داره برمیگرد، ممکنه برمیگرد، استراب دارم، درسته؟ یه جا میخوام آب بخورم، میگم آقا لیوان رو بذارید این طرف، ببخشید ولی یعنی لیوان که اینجاست به من استراب میده، چون ممکنه این لیوان بارونه بشه و بیفته رو اون کتاب من و کتاب من، همه ی حوادث برای من استراب انگیز. چرا؟ چون میخوام کتابم رو به همون صورت که هست نگهش دارم. هر وقت میخوام یه چیزی ثبات داشته باشه خودم بی ثبات میشه، هر وقت میخوام یه چیزی به قرارش واقع بمونه خودم بی قرار میشه. اما اگه کتابم کهنه باشه یا کتاب دستی دانشگاه هم باشه که اصلا عقم میگیره بخونم، حالا شما میاد نگاهش میکنی کتاب، میگم خدا کنه به من بگه این کتاب بده به من، من که این پام مثلا سطل زباله نمیدم به این آب، اینجا 2 تا ظرف آبم باشه اصلا ککم نمیگیزه، چون طالب قرار کتابم نیستم، خودم قرار دارم، آرامش دارم. نه میکنی؟ این معناش اینه که در جهانی که بی ثباتی و بی قراری یگانه اصل حاکمه، طالب قرار هیچ چیز نباشه، طالب ثبات هیچ چیز نباشید. میگید آقا دوست 20 سالم به من خیانت کرده، میگم مگه جایی اثبات شده بود که دوستی تا اول ادامه پیدا میکنه و کم چیز اثبات شده بود؟ تو باید بدونی اینم یه مساق دیگری از بی‌ثباتی جهانه، تا فهمیدی دوستت به پشت کرده بگو اینم یه نمونه دیگه از این که میگفتن چیزا ثبات ندارن، قرار ندارن. راجع به محبوب بوده ای و همه برات هورا میکشیدن، حالا همه هوت میکنن، به خودت بگو اینم یه نمونه دیگه از این که میگفتن جهان بی ثباته، دلای مردم هم ثبات نداشت، تا دیروز بر من هورا میکشیدن الان بر من هو میکنن، منو هو میکنن. بچه ها رو باید از ابتدا برای زندگی در یک جهان بی ثبات آماده کرد.
نت میکنی. و بنابراین به بچه ها باید گفت نه محبوبیتی که الان تو کلاس داری یقین داشته باش تو اول ادامه پیدا میکنه، نه بیمحبوبیتی ای که الان داری، نه خشمی که امروز معلم نسبت به تو داشت بناس تو اول ادامه پیدا کنه، نه این تشویقی که امروز تو رو کرد. آدمیان وقتی بتونن بدونن در یک جهان بی ثبات زندگی میکنن، طالب این نیستن که هیچ چیز رو فیکس نگه دارن، و چون طالب این نیستن که هیچ چیز رو فیکس نگه دارن، درونشون آرامش پیدا میکنن. تمام اضطراب ها، تشویش ها، دلنگرانی ها، دقتش بکنید، مالی که میخواستید یه چیز بی ثبات رو حفظش کنید، صفت نگهش دارید، فیکسش بکنید. هیچ چیزی، بلهای مردم هم فیکس نمیشه روشون. امروز یه کسی دوستتون داره، فردا باتون دشمن. امروز یکی عاشقتونه، عرض کنم که من هیچ وقت این داستان یادم نمیده و همیشه هم میگم. یادم میاد وقتی تو رادیو نشسته بودم این برنامه‌های ببخشید میگم تو تاکسی نشسته بودم این صبحای جمعه یه برنامه‌های اون زمان‌ها مثلا 30 سال 35 سال پیش صبح جمعه برنامه‌های شوخی طرزی از رادیو پخش می‌شد تو تاکسی هم این رادیو روشن بعد یه خانومی یه شعری فرستاده بود گفته بود اینو تو برنامه یه طرز بخونید من شعر گفتم خب من که شعرش رو تصوری یادم نمونده ولی این بود که میگفت که همون شوهری که میگفت به خاطر یه تار مود دنیا رو به آتش میکشم دیشب این تار مود رو تو آب گوشتی میخواست خودم رو به آتش میکشم. این واقعیت عالم. اگه فکر کرده اون کسی که به خاطر تار مود دنیا رو به آتش میکشه تا صبح قیامت هم همین کار رو میکنه شما راجب. اینه که حواست باشه وقتی کسی میگه به خاطر تارمود دنیا رو با آتش میکشم بگو اگرم راست میگه تا دو ثانیه دیگه این حرف صادقه ولی ثانیه سوم دیگه هیچ معنی نیست قضیه باشه. این آدم رو آرامش بشه توجه کنید. و ما در آموزش پرورش بچه هامون باید اینو آخه نمیشه که دنیای بی ثباتی بچه ها درش برای بی ثباتی آموزش نبینن. حالا برای بی ثباتی آموزش باید بچه ها ببینن معناش یک سلسله اموره توجه میکنی که من در واقع نمیتونم به همش بپردازم جاهای دیگه مفصل گفتم و مهمترینش اینه در جهان بی ثباتی دلبستگی خطاست. به هیچ چیز را دلبست، نه به شغلتون، نه به حرفتون، نه به شهرتتون، نه به ثروتتون، نه به تعداد دوستانتون، نه به پشتیبانی همحزبانتون توجه میکنید، نه به محبت خواهرتون، نه به محبت برادرتون توجه میکنید. اگه این کارو بکنید آرامش پیدا میکنید در درون. هیچ چیز غیر منتظر براتون رخ نمیده، هیچ چیز خلاف انتظارتون نیست، هر چی پیش میاد میگید آها اینم یه نمونه دیگه‌اش توجه میکنید، اینم یه نمونه دیگه از اون که میگفتید.